مسگری یکی از صنایع دستی قدیمی دامغانه که قدمت دیرینه داره ولی این روزها به فراموشی سپرده شده. در بازار قدیمی دامغان زمانی ده ها مسگر با ظروف مسی نقش‌آفرینی می کردند ولی امروزه صدای ضرباهنگ تنها یک مسگر به گوش می رسد. از 20 سالگی آمدیم توی شغل. باید این ظرفایی که کثیفه با سودا تمیزش کرد، بعد بیم با قل قلندوزش کنیم دیگه، سفیدش کنیم. اگه خیلی کثیف باشه. توی آشپزخانه چودن و ملامین و از باش کلیستار و این جور چیزا دنبالش میرن. نمیان دنبال مس. این مس نمیدونه چه خاصیتی داره. عروس آشپزخانه قدیم بوده. اما حالا اینا به فراموشی بوده. حالا یه چند سال آمدن توی خط. فهمیدن که این چه خبره. با توجه به روی کار آمدن ظروف مدرن، خیلی ها هنوز هم طالب دستسازهای مسی هستند. میخوام مس بخرم. جنسش خوبه اینا برای غذا پختن، مخصوص برای پختش اینا بهتر در میاد. نه عروس آشپزخانه مس بوده. الان چودن اینا مد شده، قبلا اینا همه بوده برای ما. چند سالی از خیلی استقبال خوبه. اقبالی که الحمدلله مردم مجددا به مس روی آوردن الحمدلله خوبه. فروش بسیار نیست. این کار دیگه کسی نیست که بره این کار انجام بده. یاد بگیرن خیلی خوبه. قابل تبدیل هم هست. میدید یه دست سفیدش بکنم میشه مثل اولش. جوانان جویای کار میتوانند با یادگیری این هنر قدیمی هم برای خود کسب و کاری ایجاد کنند، هم از به فراموشی شدن این هنر قدیمی جلوگیری کنند.